تمام بدبختی بشریت به خاطر دو تا صفتش ها. یک طمع، دوم ترس. و مرز بین خوشبختی و بدبختی هم همین دو تا صفت. اگر ما طمعمون به خدا باشه، ترسمون هم از خدا باشه، ما خوشبختی. طمع به خدا برای چی؟ برای که خدا هیچ وقت خزانش تموم نمیشه. پس شایسته است که ما طمعمون به خدا باشه. به هر کی غیر خدا باشه این طمع ناکام میشه، ناکام میشه. آمن میگم آقا هر کی بیاد اینجا من کمکش میکنم. خب به چند نفر؟ یه نفر، ده نفر، صد نفر؟ آقا من میگم هر کی میخواد ازدواج کنه بیاد من وامش بدم. خیلی خوب آقا چند نفر؟ به همین سادگی دارم میگم. آقا من اعلام میکنم به همه، اول خودمو گفتم ما میخوام به همه وام ازدواج بدیم. خب دو نفر سه نفر بدن که جیب ما تمی میشه که همین قدم نداریم. خب چرا میگی به همه؟ تنها کسی که میگه من به همه میتونم کمک کنم خداست. ما همین نبینیم بزرگی خدا رو باید استغفار کنیم. حضرت سلیمان نبی علی نبی و آلی و علیه السلام یه موقع به خدا عرض کرد خدایا من میخوام یک بنده همه مخلوقات تو مهمون ما بشن. حضرت سلیمان حکومت خیلی گسترده‌ای داشت، حکومت عالمینگیر داشت. خدا هم به تعبیر ما فرمود باشه آرزو بر نوجوانان عیب نیست. سلیمان زورتو بزن سفره رو آماده کن. میگن کنار اقیانوس حضرت سلیمان چند وقتم طول کشید کوههایی از غذا درست کردن. کوها کوه غذا درست کردن. خدا صدا زد خدایا مهمونا رو بفرست بیاد. یک حیوان عظیم الجثه‌ای کلش از دریا و اقیانوس آورد بیرون، یک حف کشید و همه غذاهایی که سلیمان آماده کرده بود خورد. بعدم رو کرد به حضرت سلیمان گفت یا نبی الله، خدا روزی سه قرط غذا به ما میده زیر آب که هستیم. اینایی که من خوردم نیم قرط هم بود، هنوز دو قرط و نیم هم. این ضرب المثل از اونجا شروع شد. اینایی که ما خوردیم نیم قرطمون بود، هنوز دو قرط و نیم هم باقیه جناب سلیمان. حضرت سلیمان افتاد به سجده. خدا من کجا و تو کجا؟ من اصلا نمیتونم رازقیت رو امتحانم بکنم. ما رازقیت خدا رو نبینیم باید استغفار کنیم.